نمایشگاه تازه موزیم ملی ساختمان قصه های ساختمان نام دارد. نمایشگاهی که در آن بیش از 150 کتاب کودک از 28 کشور و 5 قاره که در 200 سال گذشته نگاشته شده نمایش داده می شود. این یکی از بزرگترین نمایشگاه های این موزیم بوده و قرار است تا یک دهه برای علاقمندان باز باشد. هدف ما الهام بخشیدن به حس کنجکاوی در مورد جهانی است که آن را طراحی می‌کنیم و می‌سازیم. نمیتوانیم راه شادتر، شگفت‌انگیزتر و دقیق‌تر را برای این کار بجز دیدن از دریچه کتاب‌های کودکان به آن تصور کنم. کتاب‌های کلاسیک کودک چون وینی دپو و آلیس در سرزمین عجایب در کنار کتابهای معاصر کودکان مانند هری پاتر و جومانجی در کنار هم نمایش داده می شوند و استفاده از فناوری تصویر نمایی سبودی و امکانات ویدیویی و صوتی به این کتابها جذابیت بیشتر می دهند. نمایشگاه همچنان تاثیر کتاب بر تغییر دادن روایت های اجتماعی را نیز به نمایش می گذارد. مثلا به پیپی لانگ ستاکنگ از سویدن از دهه 940 نگاه کنید. این دختر کاملا خودکفاست برخلاف روشی که به کودکان اجازه داده می شود که چی گونه در جهان زندگی کنند. لیونرد مارکوس کارشناس ادبیات کودک و مسئول این نمایشگاه است. او هر کتاب این نمایشگاه را خود انتخاب کرده است. برخی از این کتاب ها درباره خود خانه است. برخی درباره ترک کردن خانه. برخی دیگر در مورد نداشتن خانه و مبارزه با زندگی در همچی یک وضعیت. برخی کتاب های دیگر هم در مورد مجبور شدن به ترک خانه به حیث یک پناه جست. بسیاری کتاب های کودکان بیانگر قصه های تخیلی است که در آن کودکان کنترل همه چیز را در دست دارند. دیوید مکالی نویسنده و رسام امریکایی یک بخش از این نمایشگاه را بر روند نوشتن کتاب های کودک اختصاص دادند. او یک کتاب خود را در مورد طرز معماری روم به حیث یک نمونه انتخاب کرده است. به به دنبال راه درست ارجگذاری به روم بودم. تمام آن رنگ بود. سپس تمام های آن را دور کردم و فکر کردم که تنها آن را سیاه و سفید نگه دارم تا ساده به نظر برسد و شما بتوانید غنای معماری و جزیات روی آن را تقدیر کنید. این موزیم بر علاوه برگزاری این نمایشگاه یک اتاق مطالعه با بیش از 200 کتاب را نیز برای علاقمندان در نظر گرفته. کودکان نیز می توانند قصه های خود را با بکارگیری خشت های نرم ویژه بیان کنند. میرویس رحمانی، صدای امریکا